نامه پولس رسول به کلیسای شهر فیلیپی فصل اول. از طرف پولس و تیموتائوس غلامان مسیح عیسی به همه مقدسین شهر فیلیپی که با مسیح عیسی متحدن و سرپرستان و خادمان آنها، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرماید. هر وقت که شما را به یاد می آورم خدا را شکر می کنم و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می کنم و به خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد خدا را سپاس می گویم. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکوی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. من حق دارم که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه شما در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم، شما را شریکان خود در فیض خدا می‌دانم. خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات گرمی که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است مشتاق دیدار شما هستم و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند تا همه چیز را بیازمایید و عالی ترین آنها را انتخاب کنید. آن وقت در روز عظیم مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود. همچنین دعا می‌کنم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق که به وسیله عیسی مسیح به دست می‌آید و به جلال و ستایش خدا منتج می‌شود سرشار گردد. ای برادران، می‌خواهم بدانید که آنچه بر سر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است. تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراتوری و سایر نیز می‌دانند که من در خدمت مسیح و به خاطر او زندانی شدم و از طرف دیگر اغلب برادران مسیح به سبب حبس من به قدری قوی دل شدند که جرأت می‌کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند. البته بعضی‌ها به علت حسادت و مجادله به مسیح بشارت می‌دهند، ولی دیگران این کار را با حسن نیت می‌کنند. اینها از روی محبت چنین می‌کنند زیرا می‌دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتادم، ولی آنها از روی همچشمی به مسیح بشارت می‌دهند نه از روی صمیمیت، زیرا تصور می‌کنند از این راه می‌توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین‌تر سازند. چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مسیح به مردم اعلام می شود و این ام برای من مایه خوشبختی است. آری، من شادم و همچنان شادی خواهم کرد، زیرا می دانم که به وسیله دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح این امر به نجات من تمام خواهد شد. زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز معجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلکه حالا با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با مرگ من باشد، خواه با زندگی من. زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام می شود. اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده‌ای انجام دهم، من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. بین دو راهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود تا به وسیله آمدن مجدد من موجبات افتخار شما به من در مسیح عیسی بیشتر گردد. به هر حال طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پا بر جا هستید و با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می‌کنید.
به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما با آنها ثابت می کند که به سوی هلاکت می روند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. زیرا شما نیز به همان مبارزه‌ای داخل شده اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم.